سلام، حالتون چطور بچه ها؟ خوب هستید؟ قرار شد که آموزش موژه رو بهتون بگم که روی چند تا مدل باشه. گفتم قبلش آموزش چشم رو بهتون بگم، بعد دیگه موژه هم بهتون بگم روشش به چه صورت هست. دیگه انشالله تو ویدیوهای بعدی رو دو سه تا مدل کار میکنیم. اینجوری یهویی بخوایم بریم روی مدل مطمئنا گیج میشیم. پس اول از کشیدن چشم شروع میکنم. قدم اول دایره کشیدن هست. یه دایره میکشم. این آموزش دایره بهتون گفتم که به چه صورت هست. اینا رو قبلا گفتم. یه دایره میکشیم، مرکزش رو پیدا میکنم، به چهار قسمت تقسیمش میکنم. کم رنگ، فشار دست خیلی کم، شعاع دایره وسطش رو پیدا میکنم. شعاع دایره وسط و دقیقا وسط رو پیدا کنید. بچه ها برای شروع که میخواید یاد بگیرید حتما اینجاها رو دقت کنید. این هم خودش میشه یه دایره. اینجا هم یه دایره دیگه میکشم. مردمک باشه دیگه. کره چشم عنویه مردمک. خب زمانی که چشم توی حالت عادی باز هست، پلک بالا میاد روی عنویه. یه خط صاف میکشم. پلک پایین هم روی خط عنویه هست. یه نقطه اینجا بهم میده، با این دایره برخورد کرده. یه نقطه اینجا بهم میده، یه نقطه اینجا بهم میده. انتهای چشم رو اینجا قرار میدم. یه خوردم اومدم توی دایره. ابتدای چشم رو هم این خط بالایی هست بچه ها، بیرون چشم و پایین تر حدودا میشه زیر این مردمک. دیگه زیاد پایین نیاید. اگه چشم حالت جهتاش فرق کنه دیگه اینا بالا و پایین میشه. خب یه نقطه اینجا اینا و هم بستشون میکنم. از اینجا با خط صاف، این هم از اینجا با خط صاف، و اینجا این قسمت رو دقت کنید. اینجا خط صاف رو میام اول میکشم، بعد از این قسمت به این نقطه وصل میکنم. الان چند تا نکته بهتون گفتم. دایره ها رو بهتون گفتم، خط صاف هم بهتون گفتم. بچه ها همیشه یادتون باشه ساده سازی مهمه توی طراحی. وقتی ساده سازی رو انجام بدید به راحتی میتونید هر چیزی رو بکشید. خب ادامه. از این قسمت زیر این خط دقیقا یه حرکت قوسدار، یه خط قوسدار به سمت انتهای چشم. یه کوچولو هم اومد بیرون اشکال نداره، ولی اینجا دقت کنید این قسمت بالای این خط نره. میارم این بر، همین رو نگاه کنید. ادامهش اومد این قسمت. اینجا رو یه کوچولو میارم بالا، میتونید با خط صاف بیارید. بعد این قسمت به این وضعه، به این صورت. اینجا رو هم میارم پایین. یا کنید زیر خط هست قوسش. حالا بعضی مواقع رو همین خطه میتونیم صاف بریم، بعضی مواقع هم نه. یه خورده اینو قوسدارش میکنم این تیکه رو که بشه ادامه همین. میاد اینجاها به این صورت. این قسمت هم میشه ابتدای چشم، اینم خطای داخلش میشه. خب اینا رو که زدیم یه خورده من دور مردمک رو درست میکنم. عنویه ببخشید. بچه ها یادتون باشه زمانی که ما رو نگاه میکنه حتما دایره هست. به دایره بودنش دقت کنید. نه این بیزی بکشید ها، اشتباه نکنید. حالا میشه چی اینجا؟ لسه موجه ها.
موجه ها روی این قسمت ها رویش میکنن، اینجاها ها نمیان روی خط داخلیه، خط بیرونیه. این قسمت بالا هم داریم اینو، ولی مشخص الان نیست. میام خط پشت پلیک بالا رو میزنم. دقت کنید این پشتیه با این فرق داره ها. زمانی که چشم باز هست تو آینه به خودتون نگاه کنید، یه خطی پشت پلک بالا ایجاد شده، این دقیقا همون خطه هست. خب این شد چشم ما. ببینید به همین راحتی قشنگ فرمش رو بیرون آوردیم. خب بعد از این چی بود؟ موجه بود. موجه به چه صورت هست؟ موجه به این صورته که شما خواستید موجه رو بکشید، قبلش خورده تمرین کنید، یه خط صاف بکشید. موجه ها به این صورت هستن، حرکتشون رو میبینید؟ پرتاب نکنید دستتون رو، صاف بیرید بالا، میاد بالا، هی میاد بالاتر که وسط چشم میشه یه خط عمود، از این بر هم بر میگرده دیگه و کوتاه‌تر میشن. یعنی موجه هایی که ابتدای چشم هستن کوتاه‌تر هستن. شما اینا رو تمرین کنید، بعد بیاد روی چشم اصلی بکشید. موجه هایی هم که اشتباه هستن به این صورت هستن. ببینید اینا اشتباه هستن، اینا صحیح هستن، حرکت صحیحمون به این صورته. حالا اینا دسته ای هستن اینجا، فقط ما تک تک کشیدیم که مسیرش رو قشنگ متوجه بشیم. خب بعد از این که اینجا تمرین کردید، میاد یه حالت بادوم شکل رو میکشید. ببینید یه قوس میکشم اینجا، یه قوس هم این پایینش، میشه شبیه یه بادوم. اینجا رو اضافه کنید میشه شبیه یه چشم. یه خط این وسطه بزنید کم رنگ، این میشه موجه وسط به سمت بالا. بچه ها از پایین به سمت بالا حرکت کنید، از بالا به سمت پایین غلطه. دو تا کنارش موجه های انتهایی چشم بلند قشنگ بکشید، حتما بلند باشه ها، نگاه کنید نازک، پرتاب نمی کنند دست ما، هی میان سمت این عمود میشن. ببینید اینجا افقیه، هی داره عمودتر میشه. این بر هم کوتاه‌تر هستن دیگه به این صورت. موجه های پایین هم دوباره لسه موجه رو حتما بکشید، حتما حتما بکشیدش. موجه های پایین هم به این صورت میاد پایین، هی صاف میشه، صاف میشه، دوباره بر میگرده این بر به این صورت. پس حرکت موجه ها به این صورت هست دیگه، دقت داشته باشید. حالا دوست داشتید ظرافتی کار کنید، با مداد، یا بگم ببخشید با مداد نوکی بزنید اتود. ببینید ظرافت رو، ببینید خیلی قشنگ ظریف میشه. اینجا من یکی بکشم. خب دیگه من بینشون رو میام پر میکنم. وقتی میخوام پر بشه من خودم کار رو برمیگردونم، نگاه کنید دیگه بالا نمیارم دستم رو، همون پایینه حرکت میکنم. این قسمت هم به همین صورت. میام این بر هم میزنم، میتونید یک کوچولو هم بیارید به سمت پایین برگردونید بالا. این موجه های بزرگا کنارشون رو خورده پر کنید، ولی انتها رو دیگه دست نزنید، همون جور تیز بمونه. به این صورت میشه دیگه. من رو برگردونم قشنگ ببینیمش. این میشه موجه ما و همین راحتی. حالا موجه ها رو میام روی چشم اصلی میکشم. گفتیم یکی این وسطه باشه، به اضافیاشو پاک کنیم.
ناخن خمیری استفاده کنید. به خاطر همین میگم کم رنگ بکشید که راحت بتونید پاکش کنید، تمیزش کنید، چون این فقط طراحی کار ما هست، ما هنوز باید سایه زدن رو هم قشنگ یاد بگیریم. خب این میشه اینجا، هی عموتر پایینی رو باید خیلی تمرین کنید که قشنگ بتونید اینجا رو بکشید دیگه. ببینید دیگه خورده. یه نکته خیلی مهمی هم هست این که بچه بهترین جست رو بگیرید براش، کارتون رو بچرخونید که به راحتی ببینید کار رو چرخوندم چقدر بهتر از این شد. پس بهترین حالت، بهترین جست رو بگیرید براش، یه گارد خفن براش بگیرید و موجه رو بزنید. حتما نمیخواد تو همین حالته بزنید، کارتون رو بچرخونید. موجه پایینم بزنم که دیگه بریم پرش کنیم. یه کوچولو اینا رو بلندتر میکنم، چند تا هم موجه میاریم کنارشون دیگه. موجای پایین خیلی پر نیستن به این صورت. حالا کارو میچرخونم و موجای بالایی رو قشنگ پرش میکنم. یه خورده زوم هم میکنم براتون که قشنگ ببینید. حالا ببینید اینجا رو از همین قسمت شروع میکنم. اندازه هاشون میبینه اصلا نظمی ندارن، ولی حرکت قوسشون نظم داره دیگه. میچرخونم این بر رو هم میزنم. اینجاها دیگه کمتر میشه و این قسمته چند تا نخ اضافه میکنم که بهتر بشه. وسط هم که دیگه داریم به همین راحتی. این شد موجه های ما. پس اومدم یه آموزش خوب براتون دادم که الان یکا چند تا چی چشم رو یاد گرفتید، موجه بالا و موجه پایین هم یاد گرفتید. قشنگ این آموزش ها رو حتما حتما انجام بدید، خیلی کمکتون میکنه. فعلا سایه زدن رو بهتون نمیگم که طول ویدیو زیاد نشه. اگه دوست داشتید کامنت بذارید که همینا رو براتون سایه هم بزنم که به چه صورت هست. این هم از موجه ها. حتما سابسکرایب کنید، اون نوتیفیکیشن رو هم بزنید، به محض اینکه ویدیو جدید میذارم براتون نوتیفیکیشنش بیاد. و اینکه کامنت و لایک و اینا دیگه یادتون نره، بترکونید. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.